ایدولوژی چیست؟ آیا ایدولوژی اونگونه که کارل مارکس گفت واقعیت را وارونه جلوه می دهد؟ یا چیزی بیش از آن است؟ فرق ایدولوژی با جهانبینی و مفاهیم همجوار اون چیست؟ کمتر مفهومی در علوم انسانی میتوان یافت که به اندازه ایدئولوژی قلط و واقلت خورده باشد. عالمی که در زمان انقلاب فرانسه این لفظ را ساخت علم مطالعه ایده ها را مد نظر داشت. اما به فاصله کمی ایدئولوژی برای خود ایدهها و نه مطالعه علمی آنها به کار رفت. در اندک زمانی بعد از آن نه هر مجموعی از عقاید بلکه مجموع عقایدی که واقعیت را سر و ته می کنند ایدئولوژی نامیده شد. شاید بر اساس این برداشت از ایدئولوژی که در سالهای پس از انقلاب ایران ایدئولوژی کم کم به ناسزای سیاسی تبدیل شد. آنها که به دیگران اتهام ایدئولوگ بودن میزنند غالبا خود را بری از ایدئولوژی میپندارند. ولی آیا چنین است؟ آیا می توان بیرون از ایدئولوژی ایستاد و دیگران را از موزه بلند مرتبه و غیر ایدئولوژیک خطاب قرار داد؟ این موضوع را با مهمان این هفته در میان میگذاریم. بهروز فراهانی پژوهشگر مارکسیست در پاریس میگوید هنوز هم تعریف کارل مارکس از ایدولوژی راهگشا است. سالور ملایری پژوهشگر مطالعات فرهنگی در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند میگوید آنچه مارکس گفت بعد از گذشت یک و صد بیشتر سیقل خورده و به همین دلیل اون توصیف امروزه کفایت نمی کند. عباس پویا استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه نورنبرگ میگوید فارغ از تعریف اون این تصور که میتوان بیرون از ایدئولوژی ایستاد و یک توهم استوار است خیلی خوش آمدید آقای فرانی از شما شروع کنیم به ما در مورد پیدا شدن این لفظ ایدئولوژی و بستری که در اون در واقع برای همه آشنا شد و بعد کارل مارکس در اون بستر تعریف ویژه از اون داد بگید بله این واژه ای ایدولوژی توسط یکی از کسانی که ادامه دهنده دوران روشنگری میشه اسم روش گفت در دوره که انقلاب فرانسه اتفاق افتاده و نظام کوهن به قول فرانسوی آنسیان رژیم کاملا در حال دگرگون شدن بود یک آدمی به اسم آنتوان دستوتو تریسی که اسکالتان تبار هم بود برای همین هم اسمش رو تریسی طلب میکنن که آدم بسیار جالبی هم بود آدم توی نظامیگری دخالت داشت با ولتر دوست بود و دانشمندان اون موقع هم میشناخت ولی به هر حال از این خانواده اشرافی می اومد و در طی انقلاب فرانسه به قول معروف خیانت کرد به طبقه خودش و پیوست به جمهوری خواه و اتفاقا جمهوری خواه خیلی پرشور و پیگیری هم بود به طوری که مارکس حتی بعدا وقتی که انتقادم میکنه به نظریاتش میگه که این دستور دتریسی واقعا یک نوری در بین این اندیشمندان اون دوره بود بله. ایشون وقتی ایدئولوژی رو مطرح میکنه اصلا واژه رو میسازه به مناسبه همون ایدئولوژی یعنی شناخت ایده ها بله. هدفش رو هم سراحتا اعلام میکنه که من یک تئوری تئوری میخوام درست بکنم تئوری تئوری ها و یه ساختاری رو ارائه میده که فکر میکنه که حالا که نظام که هم برداشته شده این نظام جدید باید بر اساس این اصول درست بشه که این اصول هم دقیقا همون مکتب خردگرایی ما قبل از انقلاب فرانسه و در طول انقلاب فرانسه است که این با استقبالی هم روبرو میشه البته نباید فراموش کنیم یادمون باید باشه که در این دوره ای که از انقلاب فرانسه صحبت می‌کنیم بسیاری از این دانشمندان و فلاسفه دیگه وارد سیاست میشن اگر تا قبل از اون اشراف بودن که از مسند رو داشتن ما با این واقعیت رو برون مثلا آدمی مثل کندرسه میشه رئیس مجلس ملی یک ریاضیدان یک کسی که دستی در فلسفه هم داره میاد بگم چه مقام های میرسید دستشون کاملا باز بود برای اینکه اون سیاستی که میخوان پیاده کنن و اتفاقا همونجاست که میبینیم این آدمایی که بسیار آدم های با اراده هم هستن واقعا تریکه میارن جامل اطرافه تریسی حتی میاد طرح مدارسی رو میرزه که هنوز در فرانسه وجود دارن به اسم اکول سانترال ولی تریسی که میگه من میخوام علم مطالعه ایده ها رو بپردازم آه بعد آه به زندان میفته کاملا درسته و اندکی بعد از اون مارکس میاد اندکی که بیش از نیم سده بعد از اون مارکس میاد به کلی تعریف جدیدی از ایدئولوژی کاملا درسته یعنی مارکس اینجوری مثل همه کارش ایده رو از جریان زندگی میگیره به این معنا که همینجور که شما گفتید وقتی ناپلئون ایده جمهوری رو تغییر میده به طرف امپراتوری میره تمام اون داستان مربوط به روشنگری و خردورزی و از بالا حرکت کردن رو به باد تمسخر میگیره و میره به طرف اینکه تمام اینها رو از مساند میندازه بیرون خود تریسی زندانی میشه بعد خب قبلش هم دوران ترور هست بخشی از اینها در اونجا هم از بین میرن تلاطم عظیمی که در فرانسه افتاده بود راه دیگه رو میاره و به هیچ وجه اون چیزی که تریسی انجام نمیشه 50 سال بعد که مارکس موقعی که با خودش به مسابه هگلی چپ میخواد تصویه حساب بکنه این مفهوم رو میاره دوباره زنده میکنه و برای همین هم است که وقتی ما صحبت از ایدولوژی امروز میکنیم قبل از اینکه کسی اصلا یادش بیاد که دستورت تریسی کی بوده میگه مارکس خب انگز. ما بگید مارکس چی میگه اون خیلی کوتاه مارکس دقیقا باید بگیم که اولندش که یه تکاملی رو میبره به همین صورت متوجه همچین چیزی نمیشه وقتی به این دوره نگاه میکنه و این مسئله ایدئولوگ ها رو که خودشون به خودشون میگفتن ایدولوگ میاره مطرح میکنه میگه اینها میخوان جامعه رو از طریق تغییر عقاید اند... تغییر بدن و این همون انتقادی هست که به هگلی های چپ میکنه میگه شما فکر میکنید که با نقد ایده ها جامعه رو میتونید نقد بکنید در صورتی که آگاهی هستی چیزی ورای دنیا نیست آگاهی به صورت هستی آگاه فقط وجود داره مارکس میگه که ایدولوژی یک منشوریه که وقتی ما از یک دستگاه حاضر آماده که در هیته عقاید هست به واقعیت نگاه کنیم یک آگاهی کاذب به دست میاریم و مثال دوربین عکاسی اون موقع میزنه که کاملا اینو پشت رو میگیره این واجبون بودن عقاید رو مارکس در هگل هم میبینه و میگه اصولا هر کسی که میخواد ایدولوژی رو و نظریه پردازی رو در هیته نظر ببینه ناچار به یک نو واژگون سازی هست و میرسه به اینکه که میگه خصوص که اینها توجه نمی کنن. که در هر عصری افکار حاکم بر اون عصر افکار طبقه حاکمه اون هست و ایدئولوژی یعنی افکار طبقه حاکم. حاکم این تعریف های ملایری شما معتقد هستی الان دیگه کفایت نمیکنه ما بگید چرا کفایت نمیکنه به خاطر اینکه هم قضیه وارون جلوه دادن هم آگاهی کاذب البته آگاهی کاذب و انگلس وضع کرد این گفتار مارکس نیست این مهم. نگاه خیلی پوزیتیویستی و تحصیلگرایانه انگلز بود که این, از 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 این, تعبیر رو به کار بود ولی خب برحال آگاهی کاذبی مشکل داره که ای، یک تقابل یا بین ایدولوژی و علم میبینه به صورت مطلق اه، و اه، کسانی که در حقیقت به طور مطلق در جهالت قرار دادن یه عده اون واقعیت رو میشناسن و بنابراین باید منتظر باشیم تا یه گروهی یه عده بیان و ما رو به حقیقت مثلا چشم ما رو به حقیقت یعنی دوگانه علم و ایدئولوژی رو کاملا کامل میکنه بسرد. و این نگاهی که بیشتر با, انگ... با انگلس بهش دامن زده شد در صورتی خود مارکس اینطوری نمیدید اتفاقا ایدئولوژی رو برای مارکس هم عالم آل... ذهن هم عالم آل... بیرون تاریخی بودن به هم تنیده بودن و حاصل کار و حضور انسان در ساحت اجتماع بودن و درون مناسبات اجتماعی هم ذهنیت هم اینیت تعریف میشد ولی آگاهی کاذب نه تاریخ رو در نظر میگیره نه خواستگاه های طبقاتی و اجتماعی رو در نظر میگیره معتقده که در یک ساحت منزهی خارج از مناسبات انسانی یک واقعیتی هست و یک ناواقعیتی و مشخص نمیکنه که چطور این آگاهی کاذب شکل میگیره چه تاریخی داره برای چه منافعی و درون این آگاهی کاذب آیا دینامیزمی وجود داره آیا نیروهایی هستند که دوچار این آگاهی کاذب شدن اما درون این آگاهی کاذب دست به خانش مجدد میزنن دست به چالشگری میزنن یا هستن... یعنی منظور شما این است که در ادوار بعدی در همون سنت مارکسیستی چیزی بیش از آگاهی کاذب در ایدولوژی حتی در خود مارکس این چیزی که ما میبینیم بیشتر در ایدولوژی آلمانی هست که هدف هگل اون ایدئالیسم هگلی رو داشت هدف مارکس این بود که ایدئالیسم ه... هگلی رو آسیب شناسی کنه و برای اون تمثیل ب... خب. تاریخانه دورمینا استفاده کرد اگر چنینه کاپیتال مارکس مثلا قضیه دیگه اینجوری نیست قضیه بین بود و نمود و... که با اتکا به این بوتوارگی کالایی و فتشیزم کالایی که مارکس بحث میکنه میگه که ای دول در حقیقت انسان ها اون چیزی رو که حاصل برساخته است خود مناسبات انسانی به وجودش اوورده رو اینو عینی میکنن و اون نیروهایی که این ابژه رو به وجود آوردن و میزنن کنار و این ابژه خودش رو به صورت سوجه، به صورت یعنی جای بود و نمود عوض میشه خب. ام... اگر چنینه فقط اجازه بدید من بپرسم ام... که در این صورت چه تعریف جدیدی از ایدئولوژی داده شد در همین سنت مارکسیستی بعدن اه خب اه ببینید اه اون اون تا اونجایی که به مارکسیزم مربوط میشه ما میایم میرسیم به سنت مارکسیزم مارکسیسم ساختارگرا و بعد میرسیم به پسا که متاثر از پسا ساختارگرایی هست تو مارکسیسم ساختارگرا یه اتفاقی میفته به قصد نقد این آگاهی کاذب و این دوگانه‌سازی سازی بین اوبژه و سوژه میان این رو نقد کنن اما درون صاحت معرفتی ساختارگرایی این کار رو انجام میدن و به طور مشخص لوی آلتوسر میاد ایدئولوژی رو یک امر ضروری که جز ساختار جامعه هست و از اون گریزی نیست میبینه که در نهادها، در مکانها، در مناسک اجتماعی در جریان در سو... تعریف سوژه های اجتماعی من معلم، من مادر، من پدر، من دانشجو ایدولوژی دیگه محتوا نیست، یه سری گزاره ها نیست، باورها نیست بلکه یک نحوی از زیست اجتماعیه که من در مکانهای مختلف اون رو پی میگیرم با مناسکم، با گفتارم، با کردارم اون رو پیاده میکنم اگر چنینه بیترتیب این،, این دستاورد مهمی بود این دستاورد مهمی بود اما مشکلی که اینجا هست اون چیزی که ماهیت انتقادی داره غیر تاریخی میشه، خواستگاه، از خواستگاه اجتماعی و طبقاتی خودش جدا میشه، ابدی میشه ایدولوژی، برای همیشه هست، کاری هم نمیشه باهاش کرد، یعنی پس ما به طور کلی در شرایطی قرار گرفتیم که دسترسی به دانش واقعی نداریم، و حدی از کردار ما همیشه ایدولوژیک خواهد بود، بنابراین غیر از آسیب شناسی ندیدن تاریخ و پایگاه, پایگاه اجتماعی ایدولوژی ایشون مقاومت و دینامیزم های درون این به قول خودش دستگاه های ایدئولوژی که دولت رو در حقیقت جایی نیست که تو ببینید آلتوسا اینو صورت بندی کرده ببارتی باشه به عبارتی از ایدئولوژی نمی... از ایدئولوژی راه فراری نیست نمیشه رها شد از این به نظر اینطوری میاد بله پس که آیه... بعد پسا هم این رو خیلی تاثیر گرفت و بس داد به شکل خیلی افراتی ترش آیه پویا بیرون از سنت مارکسیستی در مورد ایدئولوژی چی گفته میشه؟ به خصوص ما اگه این مقدار بحث رو بکشونیم به ایران و کشورهایی که, که گفتمانهای شبیه ایران درشون هست افغانستان خب من فکر میکنم برای که یکم به بحث و باز بکنیم شاید از اینجا شروع کنیم که اساسا آیا ما نیاز داریم امروز برای به یک واژه یا به یک تعبیر مانند ایدولوژی وقتی میخوایم یک مناسبت های اجتماعی رو تعریف کنیم یا میخوایم پدیده های اجتماعی رو تعریف کنیم یا یک سازمان و نظام فکری رو بخوایم تعریف کنیم آیا واقعا نیاز به این هست که ما از تعبیر ایدولوژی استفاده بکنیم یا نه معمولا اگر ما بخوایم یک تعریف کلی بدیم که در نتیجه تمام اون چیزی که امروزه به نام ایدئولوژی شناخته میشه زیر چتر این تعریف بیاد معمولا میگن که خب یک نظام فکری منسجمی که دنبال یک اوتوپیا هست اه. ولی خب این نظام فکری منسجمی که دنبال یک اوتوپیا هست ممکن است چپ افراطی باشه ممکن است راست افراطی باشه ممکن پوپولیزم باشه ممکن است داعشی باشه طالبانی باشه و یا مثلا ناسیونالیسمی که امروز تقریبا از خیلی کشورهای اروپایی هم سر در آورده خب حرف من اینه که وقتی ما با یک تعبیرهای مانند ناسیونالیزم پوپولیزم میتونیم مشخصات ایدولوژی موجود به اصطلاح تعریف بکنیم چه نیازی هست که ما تعبیر ایدولوژی را استفاده بکنیم اما اگر بخوایم به صورت تعبیر ایدولوژی را استفاده بکنیم و نیاز داشته باشیم من فکر میکنم که باید ما یک نگاه چند یک نگاه چند سطحی به ایدولوژی داشته باشیم تا بتوانیم ایدئولوژی های متعدد و مختلفی که وجود داره بتونیم زیر این تعریف بیاریم زیر این نگاه بیاریم به خاطر اینکه اگر ما بخوایم یک نگاه تنگ و یک جانبه به ایدئولوژی داشته باشیم خیلی از روی یا یا نگاه‌های کونه‌ها ایدئولوژیک هستن از زیر این تعریف میان بیرون به همین علت هم هست که امروزه ایدئولوژی تقریبا تبدیل شده به یک تعبیر جدالی یعنی هر کسی هر, دیگری هر گروه رو... دیگری رو متهم میکنه به ایدئولوژی اگر هر بودن. گروه دیگری رو متهم میکنه آیا میشه گفت که همه اینها رو ما روی هم بریزیم به نتیجه میرسیم که همه در درون ایدولوژی هستن یعنی بدون ایدولوژی نمیشه بود میشه چه این تعبیری کرد؟ به نظر من ما وقتی از ایدولوژی به عنوان یک گفتمان اکادمیک حرف میزنیم که یک, نگاه یا یک روی کرد معطوف باشه به سپهر عمومی تا وقتی یک شخصی برای خودش نظری داره، خواهشی داره، نمیدونم نگاه خاصی داره، عقیده شخصیشه. ولی وقتی ما از ایدولوژی حرف میزنیم، حتی در تعریفی که مارکس میکنه، جنبه به اصطلاح تأثیری که نگاه روی شرایط عمومی جامعه داره مطرح جالب و همیشه بقیه جالب نگاه شما شبیه نگاه دانیل بل جامعه شناس لیبرال نیمه قرن بیسته که میگه ایدولوژی مجموعی از عقایده که معطوف به یک کنش اجتماعی است بله چنین آیا اگر چنینه میشه گفت که به این ترتیب تمام نظریه های مدونی که در حوزه علوم انسانی هستن و یک راهبردی رو ارائه میدن اینا هم ایدئولوژی هست بله میتوان گفت ولی به نظر من همین که جلوتر گفتم باید یک نگاه چند سطحی داشته باشیم به ایدئولوژی به, چه معنی؟ عل... به این معنا شاید البته این تعبیر نگاه چند سطحی رو من از الکس استفن یک آینده پژوه آمریکایی است گرفتم ایشان در رابطه با محیط زیستگراه ها یا جنبش سبزها ها برای اینکه گرایش های مختلفی در داخل جنبش خیلی وسیع و متنوع هست طبقه بندی کند از سبز های روشن سبزهای های تابان و سبزهای های تیره صحبت می منظورش از سبزهای های روشن کسایی هستند که حمایت یا حفظ محیط زیست را یک امر شخصی میدانند یک مسئولیت فردی و در نهایت یک نوشیوه زندگی سبس های بسلا تابان کسایی هستند که اینو یک پروژه سیاسی دانند اقدامات وسیع اجتماعی و سیاسی رو لازم دانند برای حفظ و حمایت از محیط زیست و سبز های تیره کسانی هستند که اقدامات رادیکال و حتی خشونت آمیز تجویز می کنند در رابطه با ایدولوژی هم به نظر من ما یک ایدولوژی رقیق داریم یک ایدولوژی نیمه غلیز و یک ایدولوژی غلیز ایدولوژی رقیق ایدولوژی که در نهایت با اینکه به عرصه عمومی هست اما پروژهش یک پروژه سیاسی نیست دنبال یک سری تغییر و تحولات در سطح جامعه ممکنه باشه ولی این اقدامات کلان و بزرگ سیاسی اجتماعی رو دنبالش نیست اما وقتی ما یک ایدئولوژی نیمه غلیز داریم در واقع این یک پروژه سیاسی میدانیم طرح داریم برای حل و فصل مسائل در واقع معطوف به قدرت هست یا برای حفظ قدرت انجام میگیره یا برای رسیدن به قدرت و به نظر من ایدئولوژی غلیظ ایدئولوژی هست که شما میخواین در واقع یک سیستم را به وجود بیارین با استفاده از خشونت تعبیر من, من از اون چه که شما دارید نقل میکنید این است که هرچه اون مجموع عقاید منسجم سیاسی تر باشه ایدئولوژیک تره بله و هرچه چه خشنتر باشه ایدولوژی غلیظ چیزی رو شما میپذیرید آقای فرانی نه ببینید بحث مقداری زیادی گسترش پیدا کرده اولا خود ایدولوژی تعریفش رو تری یلتون که خیلی روی این کار کرده کتاب جالب نظر پرواز انگلیسی, انگلیسی. بقید. 16 تا تعریف از ایدولوژی رو بندی کرد یعنی میگه اگر ما بخوایم از تعریف ایدولوژی شروع بکنیم هیچ به هیچ توافقی نمیرسیم 16 <applause> نظر هست 16 تا چیز دیگه الان تو صحبتایی که ما کردیم شما خودتون این تنوع رو می‌بینید <applause> هر کسی از یه زاویه خودش بهش نگاه می‌کنه خود مارکس این ایدولوژی رو آورد برای دقیقا کوبیدن این بود که ما در فضا صحبت نمی‌کنیم در عصر ایدوان نیستیم رو زمینی هستیم باید ببینیم و غیره این حرفا دیگه از ایدولوژی استفاده نمی‌کنه تا آخر عمرش مارکس از مسئله ایدولوژی استفاده نمی‌کنه اون جایی که دوباره بحث ایدولوژیک میاد مسئله به چالش کشیدن ایدولوژی حاکمه یعنی اون حرفی که مارکس میزنه و آیگاه کاذب رو مطرح میکنه نفی نمیکنه که در هر عصری ایدولوژی که حاکم هست ایدولوژی طبقه حاکم است بله آقای ملایری این رابطه بین ایدولوژی و روبنا رو شما چطور میبینید برای اینکه تعبیر عمومی این است که یک نظام سیاسی اقتصادی یک مجموعه ای از آرا، عقاید، منشها و فلسفه ها حتی میسازه که این میشه ایدولوژی که از این زیر بنا اومده چنین چه... چیزی شما با این ایدولوژی هیچ استفاده نمی‌تونید بکنید یعنی دیگه کارکرد انتقادی ایدولوژی رو کشتید و توهی کردید ضمن اینکه این هنوز جای بحثه که آیا مارکس وقتی انگاره زیر بنا و رو بنا رو که انگاره تحلیلی هست و کرد و اونجا ایدولوژی رو صحبت کرد منظورش این بود که تمام روبنا ایدولوژی که یا بخشی از روبنا ایدئولوژی که این هنوز توش بحث است به نظر میاد مارکس تا حدودی این تمایز رو قائل بود یعنی اه میتونیم اه یک روبنایی رو در نظر بگیریم یعنی یک سازوکارهای حقوقی اقتصادی سیاسی اما یک یک سری سازوکارهای زبانی و گفتمانی هستند مشخصا درون خود این روبنا که برای مشروعیت بخشی نظم موجود دارن کار میکنن ببین یه سری واژه ها هست تو و کلاسیک که در حقیقت انقدر کلی شده و زیاد استفاده شده از معنا توهی شده مثل طبقه حاکمه مثل جامعه یعنی شما جامعه یک پهنه متکثر طبقه حاکم خودش از طریق داد و ستت و متجسد. تقل... سوال من اینه آقای ملایری که آیا خود همین نقدی که شما به بحث روبنا دارید بیان میکنید و همین بحثی که ما در مورد ایدئولوژی میکنیم نشون نمیده که مارکسیسم کلاسیک حداقل تقلیل گراست به این معنی که مثلا میگه یک ساختار مادی داریم و اون چه که از این متاثر میشه به شکل مجموعه ایده ها این میشه روبنا و این روبنا دیگه متاثر از است. در صورتی که بعدها در قرن بیستم نه فقط اونایی که بیرون از مارکسیست ایستاده بودن بلکه خیلی از مارکسیست ها اومدن گفتن که یا پس از مارکسیست ها اومدن گفتن که به این سادگی هم نیست خیلی از این آرا و عقاید تاثیر میذارن روی این زیربنا درسته. و این رابطه اینقدر یه طرفه نیست درسته. در مورد ایدولوژی هم آیا در قرن بیست و یکم این مفاهیم تقلیلگرا نیستن اونجوری که آقای پویا گفت آیا واقعا اصلا لازم هست ما لفظ ایدولوژی دیگه به کار بریم برای اینکه تو همین برنامه پرگار مرتب ما دیدیم در برنامه های مختلف یکی گفته این ایدئولوژی که اون گفته این ایدئولوژی شده است اون یکی گفته این ایدئولوژی مشکل و... همینه که شما بالاخره معلوم نمی‌کنید آیا ایدئولوژی رو دارید یک امر منفی یا انتقادی می‌بینید یا یک امر خنثا و توصیفی م. وقتی میگید که ایدولوژی من ایدولوژی شما یا ایدولوژی این طبقه و ایدولوژی اون طبقه خونسا میبینید این رو دارید خونسا میبینید در حقیقت در اینجا مارکس ایدولوژی آلمانی مارکس سرمایه اینا همه قایبه در حقیقت اینجا لنینیزم هست، لوکاچ هست و حتی گرامشی هست که اینا توصیفی می‌بینند که اما از ایدولوژی اش... طبقی کارگر هم حرف ایدولوژی طبقه کارگر، این هیچ کجا از ایدولوژی طبقه کارگر حرف از انتقادات ایدولوژی که از زاویه طبقه کارگر حرف میزنه ولی لنین هیچ وقت به عنوان لنین هیچ وقت ایدولوژی طبقه کارگر استفاده نمیکنه انتقاد ایدولوژیک نسبت به جامعه رو مطرح میکنه ولی جایی از ایدولوژی هست مبارزه طبقاتی مبارزه بین ایدولوژی طبقه مسلط هست و ایدولوژی طبقه زیر دست دستی مبارزه کار و سرمایه یک مبارزه طبقاتیه و این چیزی که در آلتوسه وجود نداره اتفاقا اصولا نداره ولی موضوع استفاده ایدو, ایدو... مفهوم ما چون داریم راجع به مفهوم ایدئولوژی صحبت میکنیم من فقط خواستم این نکته رو بگم که هم تو سنت حالا لیبر... لیبرالی تر که جناب پویا صحبت کردن که گویی ایدئولوژی هر گونه باور سیستماتیک منظمی هست که یک چش... گوشه چشمی هم به سیاست داره این یکی از و از آره این تعریف این با این تعریف خب شما بیشتر میتونید یه نگاه اخلاقی بکنید خیلی هم خوبه که آدم دموکرات باشه گشوده به دیگری باشه که بتونه خودش رو نقد کنه همون تعریف اما آره اما اصطلاح انتقادی ایدئولوژی اص... اه... که با مارکس شروع شد این نبودش که من یه ایدئولوژی دارم شما یه ایدئولوژی داری من حالا در طبقه مسلط هستم فرودستی هستیم من بیام ده. با ابزار ایدئولوژیک با شما مبارزه کنم برای مارکس این این در پرده پوشی ایدولوژی پنهان سازی ایدولوژی این میستیفای کردن یعنی در حاله ابهام فرو بردن مناسبات عینی و مادی مهم بود این کاملا یک بحث انتقادی <تصحكت> <تصحكت> شاید به خاطر روشن شدن بحث خوب به یک مسئله توجه کنیم که به اصطلاح کانتکست بحث ما کجاست ما از ایدولوژی صحبت میکنیم مونتا این ایدولوژی در متن به اصطلاح های اروپا و غرب گفتمان اروپایی بله. این کاملا یک مفهوم دیگه داره تا در متن دیسکورس های مثلا فارسی زبان ها شما در این فرقشو در این میبینید که معمولا ایدئولوژی یک امر منفی تلقی میشه در دیسکورس ها یا گفتمان های آکادمیک اروپایی به این دلیل همیشه بحث از ایدئولوژی در اینجا گره میخوره با به زبان آلمانی می همیشه میگن به اصطلاح ایدئولوژی کریتیک یعنی همیشه با نقد ایدئولوژی همیشه با هم نزدیکن دستم. یعنی چرا به خاطر اینکه ایدئولوژی همیشه به عنوان یک امر منفی دیده شده دستم. از مارکس بگیرین تا حتی پوپر که لیبراله و بقیه و بقیه همه یک دیدی بند. اما حتی میگن کریتیک اف کریتیک اف بله خب ولی در متن به اصطلاح دیسکورس ها یا گفتمان های فارسی زبان ها یا شرقی ها ایدئولوژی در از یک زمان به بعد به خصوص کوتاه مدت قبل از انقلاب در ایران و بعد تا چند تا یکی دو دهه بعد از انقلاب یه مفهوم مثبت هم پیدا کرده بود نگاه بسیار ستایشگرانه نسبت به ایدئولوژی وجود داشت به نظر من ش... ریشه لنینیستی داشت این نگاه آره. در ایران در یعنی تعبیر حزب توده بود از ایدئولوژی ای... ایدولوژی... بله. نه تنها حزب نه بله. توده بله. کسانی مثل شریعتی بله. یک مسلمان خیلی معتقد دنبال ساختن یک ایدولوژی به اصطلاح یا یک مکتب انقلابی و شورشی بود و تعبیرش از ایدولوژی یک تعبیر کاملا ستایش آمیز و مثبت بود خب بنابراین وقتی ما مشخص بزنیم در کدام کانتکست داریم صحبت در کدام بستر صحبت می‌کنیم ولی در همین بستر گفتمانی که شما رجبش صحبت میکنید بعداً چرخش ایجاد شد و خود دکتر شریعتی متهم شد به ایدئولوژیک کردن اسلام یعنی چیزی که قبلش ستایش آمیز بود تبدیل شد به ناسزای سیاسی چرا؟ خب، بدون شک به خاطر اولین انتقادها یا نقد های ایدئولوژی انقلابی و اسلامی شریعتی توسط کسانی مطرح شد مانند عبدالکریم سروش و عبدالکریم سروش همونطور که خودش هم اعتراف داره خیلی متاثر از افکار پوپر و از افکار لیبرالی به اصطلاح پوپر خب پوپر کسی بود که بیش از همه نقد داشت بر سیستم های فکری و سیاسی توتالیتر حالا بیشتر اونا رو ایدئولوژی می و اینا رو به عنوان ایدئولوژی حالا نازیسم یا فاشیسم یا نمیدونم حتی نگاهی هم به کمونیسم داشت همه اینها رو یک نوع رژیم های توتالیتر میدانست و جالب اینه که ویژگی هایی را که پوپر برمیشماره برای یک ایدولوژی توتالیتر شبیه همین ویژگی ها را عبدالکریم سروش بعدا هم برمیش مثلا جزمگرایی، مطلقگرایی، اوتوپیا سازی، استفاده از تویروی توده اه، 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 چیزی زمزمه کردی؟ تو سنت مارکسیستی ایشون نکته رو گفتن باید تدویر کرد بلایی که سر مفهوم ایدولوژی اومد در سنت مارکسیستی بلایی بود که سر هیچ چیزی شاید نیومد یعنی آن چیزی که در انترناسیونال دو شروع شد ربطی به لنین نداشت انترناسیونال دو شروع شد یه جزمگرایی رو د... کاوتسکی من دوری دوری از دو شما دوره استالینی دیگه قبل از استالین انترناسیونال دو لنین میاد به انتلیجنسی رو مطرح میکنه و آگاهی بود. طبقه بود. کارگر و ایدولوگ که بعد این رو همه این مال انترناسیونال همه اینها رو قبل از اینکه لنین بگه کاوتسکی و اینها مطرح امه. کردن یک درک ویژه از مارکسیسم مطرح میکردن لنین تا یه جاهایی با این همراهی میکنه مهم. ولی در آستانه جنگ دوم جنگ اول 1914 یک جهشی توی لنین اتفاق میفته که از این مفاهیم دور میشه و بحثای دیگه رو مطرح میکنه و ادامه اون عنصر اصلی که توش بود یعنی چیزی که تکرار میکنم در آلتوسر کاملا غایبه نقش مبارزه طبقاتی در انکشاف آگاهی در همین زد و بین روبنا و زیربنا اینها رو لنین اتفاقا بخش فعالش رو گسترش میده میاره جلو ولی بلایی که سر لنین میاد که جنی خیلی زود هنگام از بین میره قانون اساسی از که نوشته میشه بعد از پیروزی انقلاب اکتبر شما نگاه میکنید که تو قانون اساسیش میگه که ما باید بریم به طرف ازمهلال دولت قانون اساسی اص... و اسمی از حزب وجود نداره اسمی از ایدولوژی توش نیست قانون اساسی 1936 که استالین می‌نویسه میگه دولت ما دولت مارکسیست نیست ایدولوژی ما این هست و این دولت هست که همه کار رو خواهد کرد و طبقه کارگر داره تبدیل به خلق میشه این دو رو شما کنار هم دقیقا این دو رو کنار هم دیگه می‌ذارید می‌بینید متوجه تفاوت کاملا یعنی ایدئولوژی در دوره استالین در واقع چیزی به اسم ایدئولوژی طبقه کارگر ساخته شد ساخته شد بعد اصولش هم شما شمردن یه دو جو دو جوه جوه رو گفتن میخواستم اشاره کنم چون ایشان هم انتخاب داشت روی مسئله و تعبیر اوتوپیا ببینید من اینکه تلاش کردم به اصطلاح یک تعریف کلی از ایدولوژی بدم به این خاطر بود که ما یک تعریفی داشته باشیم که از یه جای شروع کنیم برای به بحث بس تا بتونیم به اصطلاح به همدیگه نزدیک بشیم بدون یک تعریف کلی ما نمیتونیم به همدیگه نزدیک بشیم و اینکه مسئله اوتوپیا رو مطرح کردم به این دلیل که من فکر میکنم هیچ ایدولوژی بدون اوتوپیا نیست همینطور که شما آقای فراهانی فرمودید اما کسانی که منتقد ایدیولوژی هم هستن مانند مثلا همین دانیل بل معتقده که ما امروزه به ایدئال های متعالی نیاز داریم به آرمان شهر به مدینه فاضله نیاز داریم و خیلی هم زیادتر از زمان گذشته اما فرقش اینه که ما برای رسیدن به این اوتوپیا به این مدینه فاضله دیگه از نردبان به اصطلاح ایدولوژی استفاده نمی کنیم که به اصطلاح ما با یه سری اعتقادای بیچون و چرا و صد درصدی تلاش میکنیم به اوتوپیا برسیم آیه بلکه الان اجازه بدید بلکه ما نیاز به تجربه داریم بر اساس تجربه های فردی و جمعی باید کوشش بکنیم راهی به این اوتوپیا پیدا کنیم و این به نظر من خیلی مهمه به این ترتیب بر اساس صحبت های شما یه دی ایدئولوژیکن و یه عده بیرون از این ایستادن بالا خودتون راهی میخوان پیدا کنن بر اساس تجربه به سوی یک جهانبینی غیر ایدئولوژیک اونایی که بیرون از ایدئولوژی ایستادن رو شما صاحب چی میدونید؟ آیا علمه که در تقابل با ایدئولوژی قرار میگیره؟ آیا جهانبینیه؟ آیا اون چیزیه که بعدا را افتاد تحت عنوان گفتمان آیا چیزیه که میشل فوکو گفت تحت عنوان اپیستمه یعنی شما که میگید اینها ایدئولوژیک هستن این اتیو... اوتوپیا های این این برش چی هست؟ ببینید من مخالفت با این ندارم که به اصطلاح نسبت به همین آدم هم تعبیر ایدولوژی استفاده بشه حرف من اینه که کدام یکی از این ایدولوژی ها یا کدام یکی از این روی کردها به اصطلاح این سوال مهمتر از اینه که آیا ما حتما اسمش ایدئولوژی می‌ذاریم یا یعنی یک نوع روی کرد لیبرالی یا یک نوع روی کرد مارکسیستی و غیره و غیره به نظر من مهمه که ما بپرسیم کدام یک از این روی ها آره بپرسیم ولی میخوام از شما بپرسم که به نظر شما میشه بیرون از ایدئولوژی ایستاد یا نه بله بیرون از ایدئولوژی می تا بیرون... وقتی که اون کس که بیرون وقتی... از ایدئولوژی ایستاده در چه ایستاده جهان بینی در در بی بیرون از ایدئولوژی می توانست تا وقتی که یک رویکرد یک رویکرد کاملا فردی است ولی به محض اینکه این رویکرد معطوف میشه به به عرصه عمومی همیشه شما یک ایدئولوژی دارین حالا که یک ایدئولوژی بسیار نرم و رقیق یا یک ایدئولوژی خشونت طلب این مسئله جداست این, جدا این, این تمایز میشه پذیرفت وقتی که شما یک جانبینی شخصی داره این ایدولوژی نیست وقتی به هیته عمومی میاد این تبدیل به ایدولوژی میشه میشه چنین گفت؟ uh... نه به نظر من چون وقتی میگید جهان بینی شخصی مثلا یعنی چی مثلا شما تو اتاقتون تنها نشستید فکر میکنید کنید مثلا کمتر ایدولوژیکید ولی مثلا برید با رفقاتون شب دور هم جمع بشید لاجرم ایدئولوژی خایید. دور هم جمع کار کنید یا تو اداره آه. کار کنید دلوقت. دلوقت. دنبال یک تحول اجتماعی هستید دنبال یک گام سیاسی هستید برای تغییرات اجتماعی. بازم اینجا جمبشید. شما ایدئولوژی ایدئولوژیک میشید چرا شاید مهمتر این باشه که کدام یک از این روی موفق‌تره جالب‌تره حالا اینکه ما اسمش ایدئولوژی بذاریم مارکسیسم چپ راست این سوال رو مشکل حل نمیشه با جوابای کوتاه بگیرم چه روی کردی به ایدئولوژی موفق‌تره به نظر من تنها چیزی که موفق‌تر اینه که یک سری خطوط عمومی تئوریکی که داده میشه رو ما به عنوان چراغ راهنما بگیریم و گام به گام جلو بریم یعنی این مارکسیستی که, که داریم میگیم موضوع اینه که چگونه جهانی که به نظر من طبیعی به نظر میاد بدیهی به نظر میاد بیچون بی و چرا به نظر میاد در حقیقت این حاصل یک سری از okay. مناسب روابط قدرتیه که برای اینکه تضادهای به وجود اومده اجتماعی رو دیده نشه یا این تضادها رو حل شده به من, به من نشون بده و این، این آنتاگونیزم موجود رو تقلیل بده دست به دامن یک سری از استراتژی های گفتمانی میشه که در اون مناسبات موجود محول میشن یا به یک امر والا به یک امر متافیزیک یا اینکه طبیعی پنداشته میشن یا طبیعی خب ایشون میگه روی درست به ایدئولوژی کریتیک ایدئولوژی یعنی نقد ایدئولوژی روی شما به ایدئولوژی چه هست؟ به نظر من حرف کاملا درسته یعنی روی کرده نقادانه به البته روی کردی که بر اساس تجارب بنا شده باشه نه صرفا یک برخورد معرفت شناسانه با ایدولوژی و در حد تئوریک بلکه با استفاده از تجارب هر روزه و برخورد با واقعیت های موجود به نقد ایدولوژی با این کرد اون وقت با اون دستمندی که کردید چطور جمع می‌کنید؟ البته نقل کردید از یک نظری پردازی دیگه که ما ایدولوژی رقیق داریم ایدولوژی خلیشتر. نسبتاً بله. و ایدولوژی چون به نظر میاد هر کدوم از اینا رو به یکسان نمیشه کریتیک یا نقد کرد و نقد کرد و هر کدوم از اینا به یکسان ایدولوژی نیست بله ولی ما به عنوان ناظر و به اصطلاح کسی که داریم ایدولوژی های موجود سبک سنگین میکنیم می توانیم که بگید کدام مختلف. یک از این ایدولوژی ها به اصطلاح رقیق یا غلیظ یا نیمه افکار گیر روی کرد افلاطونی این مقداری ها از بیرون وایستادن و نگاه کردن فاصله رو دیدن به نظر من هم غار افلاطون داریم میبینیم که به نوعی مارکس هم توی اون دوربینش یه گوش چشمی به این غار افلاطونی هم داره من که دو سواله یکی این که شخصی من چیه نسبت به ایدولوژی یکی این که دارم قضاوت در رابطه با ایدئولوژی‌های موجود این دو مسئله است به عنوان یک کسی که کار اکادمیک میکنه خب باید با این ایدئولوژی‌های موجود به اصطلاح درگیر بود باش درسته ببینید این صحبت کنم دقیقا همینه سالور اولش گفت که با این موافق نیست ولی الان که داره نگاه میکنه ما چالشی که داریم دقیقا هم ایدئولوژی حاکمه ما الان اتفاقا در عصری که ما می هستیم می‌خوایم زمینی صحبت بکنیم ما در عصری که ما داریم زندگی میکنیم بورژوازی نه تنها صاحب وسایل تولیده نه تنها صاحب وسایل تولید مادی و معنوی هست بلکه مستقیم تر از همه دوره‌های تاریخش در تولید معنوی داره دخالت میکنه وقتی میگید ایدولوژی حاکم آیا داریم. در فهوا میخواید بگید یه ایدولوژی غیر حاکم هم داریم دیگه وگرنه چرا لفظ حاکم رو برای اینکه اون چیزی هست که مکانیزم تفکری هست یا به قولی با گفتمانی هست ایدولوژی غیر حاکم هم داریم؟ مسل... نه ایدولوژی نیستین نیست این دیگه آه. روی کرد غیر حاکم داریم روی کرد انتقادی داریم من اینجا باش موافقم ما چالش نظری میکنیم این ایدولوژی رو ولی اتفاقا از این دستگاه باید بیان بیرون هیچ دلیل نداره که شما در مقابل این ایدولوژی حاکم شما الزامن از این دستگاه بیان بیرو. شما عضو از این دستگاه نیستین ساختار نظام سرمایهداری که شما الان دارید نقد یا به تعبیر من خلاصه نظام متکثر و متنوع لیبرالی که الان هست اینو نقد میکنید اولا اینکه ما همه ای ما عضو همین جامعه هستیم درسته. بخوایم یا نخواهیم به نحوی در ساختار هم نقش داریم در شکل گیری این نظام درسته. از طرف دیگه این ساختار در درونش ساختار متنوع و در عین حال انتقاد پذیره درسته. و رمز بقای این ساختار و موفق بودنشان در برابر ساختارهای چی میذارم استالینیستی یا نمیدونم شوروی سابق همین بود که اینا نقد پذیر بودن در داخل به اصطلاح این ساختار میشد چالش به چالش کشید این ساختار و روز به روز هم در حال تغییر و تحول درونی هستن شما آلتو آلتوسری نیست که میگید نمیشه بیرون از ایدولوژی ها ایستاد از... به از... یا بله از بعضی ایدئولوژی ها چرا وقتی یک ایدئولوژی ایدئولوژی هست که صرفا ایدئولوژی یک حزب به اصطلاح شما میتونید همیشه خارج از این ایدئولوژی باشید حتی درگیر بشین با ایدئولوژی ولی شما گفتن ایدئولوژی ها اما... شما گفتید نمیشه بیرون نه ولی این ایدئولوژی حاکمی که شما ازم صحبت میکنه ای... ایدئولوژی گلوبال سرمایه داری که ما الان بخشی از اون هستیم م. حتی مارکسیست چپی افراطی هم بخشی از این نظام شده الان یعنی در داخل همین نظام داره تئوری میریزه نقد میکنه همین نظام و شاید برای خود این نظام خوبم باشه که نقد ها باشه تا روز بروز روز همون حرفی که توسر میزد که به اصطلاح در عرصه نظری باقی میمونه فقط در دانشگاه ها نقد میکنه آره میتونه وجود داشته باشه باقی... که در واقع که وست میشه به مبارزه طبقاتی این نقدی که در درمی جامعه بله. سن بله. بله. دی... بله. 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 بله اجازه بدید بله یه نکته بله یک سوال مهم بپرسم که از همون ابتدا میخواستم بپرسم آیا میشه گفت که افراد خاصی یا گروه های خاصی یا در مقیاس بالاتر ملت های بخصوصی متمایل به ایدولوژی های بخصوصی میشن برای اینکه در اون چه که ایدولوژی نامیده میشه فقط آرا و عقاید و مفهوم صرف نیستن که وجود دارن دیگه عواطف و احساسات و خیلی چیزهایی که ناخداگاه هستن هم دارن نقش بازی میکنن و بر اساس این آیه میشه گفت که شما میتونی تشخیص بدی چه نوع هایی، چه هایی، چه افرادی به چه نوع ایدولوژیایی بیشتر متمایل میشن و در یک سطح کلانتر چرا مثلا بعضی از ها توته بند پندارترند پرسش خوبیه چون هم محلیتر نگاه میکنه هم رابطه ناخداگاه و ایدولوژی رو مطرح میکنه که باعث میشه ما از اون پنداشته به نظر من ساده انگارانه ای که آقای فراهانی ترسیم میکنن که فقط طبقه حاکم ایدولوژی رو اجرا میکنه و یه ادم از روی قفلت و نادانی ایدولوژی رو مصرف میکنه یعنی شما تو مثلا دانشگاه سراسر ایدولوژیش ما هم همه سربازان مثلا بورژوازی هستیم در صورتی که درون همین ارگان ایدولوژیک توش پر از دینامیزهای های مهم مقاومتی در جریانه. اما بگذاریم بحث حالا ان شاء صحبت شما رو هم گوش میکنیم اما حالا من متکی بر مثال میخوام به سوال شما جواب بدم ببینید مثلا در ادبیات فارسی خودمون گزاره فلک گزاره خیلی پربسامتیه فلک حق باز عجوزه ای که مدام قداره و هیلگری میکنه و از ما میگیره اون چیزی که داریم و آه... این بب... آه. آه. خب این این میشه این رو به عنوان یک استراتژی ایدئولوژیکی بهش نگاه کرد که در اون سوژه فاعلیتمندی خودش رو نمیبینه موقعیت خودش رو در عرصه موجود نمیبینه که چطور این 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 تضادهایی که درش زیست کرده و تبدیل به آسیب شده در حقیقت خودش هم بخشی از این مناسبات و به جایی که خودش رو ردیابی کنه کل این یک معلول به متافیزیکی رو در نظر میگیره و کل تاریخ و سیاست رو محول میکنه به یک امر ماورایی این طبیعی در جو، جر، جر، جر کشورهای جوامعی که امپیالیزم توشون عمل کرده استعمار توشون عمل کرده قدرت واقعی تو این کشورها نبوده علی رغم هایی که می آوردن رضا شاه رو می محمد شاه و غیره همه میدونستان که قدرت واقعی پشت این هاست در نتیجه در کشورهایی که نیروهای قدرت خارجی با واسطه ای عوامل داخلی خودشون عمل میکردن و علی تمام حرفایی که نمی زدن مناسب اونا به پیش می معلومه که تئوری توته بیشتر میره جلو کار کار انگلیسی هاست از کجا میاد همین تئوری توته است دقت میکنید تمام حرف من برخلاف نکته که سالور گفت اینه که ایدولوژی حاکم در یک جامعه سرمایه‌داری به خصوص جامعه سرمایه داری اصلا نتیجه توته نیست این که خیلی طبیعی همه فکر میکنن که باید اینجوری باشه و این میره به جایی که تهاجم ایدولوژیکی اتفاقا الان ما در اصل زندگی می‌کنیم که تهاجم‌های های تو عمدتاً که علیه بقیه میبره ما در دوره تاچر در همین کشور انگلستان اجازه چه اجازه اجازه بدید بله. اجازه هستند بله. ها هستند میدونید هویت های مختلف <متحد> جنسی <اتجازی> درسته. <متحد> قومی رسته. از شما خب اونها اونها در این مناسبات نقش دارن کاملا درسته کسی مخالف نیست ولی یک وار یک دونه عنصر متحد کننده همه اینها هست و اون هم مبارزه ای هست که از توی کاپیتال به اشاره شده و از شیشی <متحد> کوتا نیامده مساله کار و سرمایه اون محور اگه برگردیم به اون بحث تئوری توته به عنوان یکی از ایدئولوژی هایی که میتونه رایج بشه آیا خود همون تئوری توته نشون نمیده که ایدئولوژی میتونه بر زیربنای مادی بر زیست مادی تاثیر بگذاره برای اینکه ملت که یا گروه‌هایی که یا افرادی که به توری توت اعتقاد دارن غالبا در حالت انفعالی فرو میرن عملیات خودشون رو فراموش میکنه یا ال و این تاثیر میذاره روی زندگی شون. مسلمی ده. که تاثیر پس میذاره. پس ایدئولوژی هم میتونه در واقع تاثیر بگذاره روی و این نیست ایدولوژی... که فقط مثلا در... تاثیر میذاره ایدئولوژی در منفعل کردن مبارزه طبقاتی تاثیر مستقیم میذاره. برای همینی که من اومدم بگم که اصلا نمیشه اتفاق... ایدئولوژی رو روبنا شمردی. نه این اصلا تفکیک ایدئولوژی این روبنا و وزیربنا اون بحثی معروفی که مارکس میکنه. خیلی دیگه امروزه زیرفته نیست. نه هیچ آدم جدی دیگه این فکاك بین این دکتر نمیپذیره پراکسیس اصلا این نیست در میختن این تا است و اینکه از تز فورباخ میاد کسی که میخواد کسی رو تربیت بکنه خودش باید تربیت بشه من حین تربیت کردن خودم رو تربیت میکنم این رابطه این متقابل از اون اول توی جریان مارکسیستی بوده من متاسفانه فرصت نداریم با با یک سنت ارتودکسی انجماد کننده ای رو بروشیم در انترناسیان دو که تصویش همشو گذاشت برخلاف حرفی که سالور میزد این چیزی که در ایران هم اتفاق افتاد دقیقا همون مارکسیزم استالینیه ما چیز دیگه رو نشناختیم تازه این که رفت خب فروپاشی بس اردو ولی همین ادعایی که ده. خود مارکس داره که همیشه ایدئولوژی رو در برابر علم قرار میده و آن چی که خودش انجام میده در واقع نوعی از علم میدانه برای تحلیل و تجزیه و اصلاح واقعیت های اجتماعی خودش نوعی از ایدئولوژی نیست که برای خود که علم دار... نه. نه. ایر... وقت... وقتی یک شخصی یا یک تئوریستانی به اصطلاح خودش رو فقط عالم بدونه و نگاه ها و به اصطلاح روی کارت های دیگر رو به اصطلاح همه رو بگه که اینا ایدولوژی است و این خودش نوعی از ایدولوژی و یا انحصار طلبی معرفتی نیست آره برای اگر مارکس هم شرفی میزد کاملا این حرف شما درسته ولی کجا مارکس هم شرفی مار... مارکس همیشه میگه که ما از یک سو ایدولوژی داریم و از یک سو علم داریم آنچه که من میگم به اصطلاح یک نوع دانش شناخت به اصطلاح مناسبت های اجتماعی است خدمت شما و... عرض کردم بعد از تصویر حسابی که با هگلی های چپ میکنه اصلا واژه ایدولوژی از بعدش نمیشه بعدش نه بعدش نه ولی در مرحله ای که با به اصطلاح فخر فلسفه رو می و همینطور ایدولوژی آلمانی رو دوسته. خیلی خوب تا 18 برومر بله تا 18 برومر 1958 فکر میکنم بود بحث ایدولوژیک و غیر اینها بود چون میخواست همینو جا بندازه های طبقه حاکم است بله. من معتقد نیستم که علم و ایدولوژی هیچ جایگاهی در ماکس ندارن دارن اما نگاه ماکس به علم اون نگاهی که شما فکر میکنید نگاه مارکس به علم یک نگاهی بود مبتنی بر جایگاه پرکتیس انسان و اینکه چطور علم میشود همین کریتیک اف ایدئولوژی یعنی خداگاهی نسبت به ایدئولوژی یعنی اون پروسه اگر حالا چون راجع به علمه اون پروسه نظری که ختم به این میشه که من متوجه بشم پاره از گزاره هایی که به او باور داشتم در حقیقت این گزاره ها برساخته و برآمده از یک نحوه مشخص زیست سیاسی اجتماعی است که به مشروعیت بخشی نظم مسلط کمک میکنه برای مارکس علم این رو نشون بر ملا کردن کارکرد ایدئولوژی برای مارکس اجازه هم روی همین روی همین دوگانی علم و ایدئولوژی اتفاقا بمونیم برای اینکه شاید ریشش در مارکسیسم باشه شاید پیش از اون در دوران روشنگری ریشه گرفته باشه این دوگانه اما این دوگانه یا در قرن بیستم و به خصوص اخیرا باعث نشده که خود علم پرستی هم به یک ایدولوژی تبدیل بشه به این معنا یعنی کسایی که تصور میکنن که علم هرچی بگه این درسته <applause> و هر چیزی که بیرون از علم ایستاده یا ایدئولوژیکه یا کاذبه یا از دین گرفته یا هر چیز دیگه این همیشه ف... بوده درسته میشه اینو بو. بل... ولی... ولی علم نه به مصابه نظریه انتقادی که نسبت من رو با ناخداگاه سیاسی من روشن میکنه و در حقیقت علم به یه ساینس علم به ساینس بلد. بله. درسته ولی وقتی شما میگید این ایدئولوژیکه بازم دارید کلی و غیر تحلیلی صحبت میکنید یعنی کل هم علم به معنای ساینس یعنی الان ایدئولوژیکه نمیشه گفت من همچنان معتقدم اگه میخوایم اصطلاح ایدولوژی رو ایدولوژی رو نجات بدیم در قرن 21 باید فوکوس کنیم روی کارکرد پرده پوشی و در حاله ابهام قرار دادن یک سری از مناسبات که در حیطه زبان و گفتمان و بازنمایی اتفاق میفته ولی خب میتونیم بگیم که همین علمی که کارکرد ایدولوژیک داره در در ساختار حالا سرمایه‌داری معاصر ممکنه اه... طبعاتی داشته باشه، ممکنه امکانهایی به طبق‌هایی فرو دست بده که باعث زید... مقاومت مدنی مثلا بشه بذارید چند تا مثال بیاریم از فارم. قرن 19 و اول قرن 20 که یه شاخه از علم تبدیل به ایدولوژی میشه اه مثلا نظریه داروین شد داروینیسم اجتماعی نظریه مطالعه نژادها ریس استادیست شد ریسیزم تبدیل شد به این معنا یه چیزی که خونساز حالا اسمشو نمیدونم چی میشه گذاشت ولی در اون بستر یه نوع علمه دیگه تبدیل به یک چیزی میشه که در حوزه علوم انسانی با یک هدف خاصی میاد بله شما باید ولی باید ببینید تبیین کنید مثلا هم. کجا داروینیسم اجتماعی اگه بحث ایدولوژی مطرحه کارکردهای ایدولوژیک پیدا میکنه بس... یعنی چی؟ یعنی کجا مثلا داروینیزم اجتماعی میاد یک سری از پاره های حقیقت رو پنهان میکنه بعد خب آه. در جای دیگه بس... میشه ولی بس... شما انگار طوری علمو علم دارید میبینید که یک پاسخ قطعی داره برای تمام تاریخ با اونهایی که... اونهایی که در موقع به این معنا علم رو تبدیل بگیری میکنن کسایی هستن که غالبا میگن علم الان پاسخ همه چیز رو داره و هر چیز بیرون از علم دیگه درسته من خود ایدئولوژی علم گرایی برخورد همیشه هم ای ده 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 این وجود داشته و اتفاقا خود سالور تو صحبت‌هاش برمیگرده هی دایمی می‌سیره که من میگم تکرار می‌کنه بدون اینکه اسمش رو بیاره دایمی میگه که ایدئولوژی و برخورد کریتیک بعد این حاله ای رو که اتفاق افتاده در واقع این حاله چیه همون آگاهی کاذبیه که مارکس اون می گفت این حاله ای که وجود داره این آگاهی کاذبیه که این سیستم رو در خودش باستولید میکنه امر مساوات برابری حقوقی مدنی که در جامعه سرمایداری وجود داره رو تعمیم میده به همه جا برابری اقتصادی وجود نداره در این جامعه برابری مدنی وجود داره برابری سیاسی هم وجود نداره قدرت واقعی دست یک قشر معینی از جامعه هست ولی توهمی که با خودش ایجاد میکنه این سیستم از طریق بوتواریگی برای همینی که مارکس دیگه از واژه ایدئولوژی استفاده نمیکنه ولی ما در در مورد این مبارزه با این تفکر که هنکن... مسلمی ایدولوجی. که استفاده نام موندید. ببینید الان ما در ایدولوجی ایدولوجی نداری من. معنی م... منفی نداره ولی وقتی بحث از خرافات و و, بله. و, موانع شناق میشه خب در حقیقت ایدولوژی به معنای اتفاقا از غذا انتقادیش تو اونجا هم داره کار بله. مارکس بله. که پدر ایدولوژی رو در آورد برای اینکه مارکس که گفت ایدولوژی در واقع جنبه منفی داره و یک آگاهی کاذب رو نمایندگی میکنه برای همین خودش هم استفاده نکرد بله. هرگز هم بله. نگفت که من دستگاه آه... ایدئولوژیک دارم آقای پویا لازم لازمه از شما بپرسم که اونهایی که نظریه های لیبرالی از جمله نظریه های پوپر رو به این شکل نقل میکنن که میگن این هم یک نوع ایدئولوژی است نظرتون راجب اونها چیه؟ برای اینکه پوپر دیگران رو محکوم میکنه به این دلیل که ایدولوژیک هستن ولی خود پوپر صاحب ایدولوژی نیست ایدولوژی نداره ببینید بدونی که اصلا. طرف یعنی هوادار پوپر باشه مونتا از این حرف پوپر باید این استفاده رو بکنیم که پوپر یک حرف مرکزی داره اون عبارت از اینه که هر نظریه ای را خطا پذیر میدانه. و این این زمینه رو میده که شما به نظرات پوپر هم انتقاد بکنید و خود پوپر هم به اصطلاح هر روز بتونه نظراتش رو تجدید نظر بکنه پس میشه گفت یه تمایزی بین اون که ایدئولوژی هست در این معنی و اون که نیست این است که ایدئولوژی خودش رو خطا پذیر نمیدونه دقیقاً شو؟ بله ولی ایدولوژی هم هستن که مثل اگر شما بخواید نظر پوپر رو ایدولوژی بدونین خطاپذیر میدونن خودشون بله این البته خطا پذیر بله؟ بودن سرمایه داری من فکر میکنم که خب خود سرمایه داری یک سازمان یا یک نظام ثابت نیست هر روز رو به تحوله از درونش رو به تحول و تغییره و شکلش. همین, آره. همین... آره. ولی همین ویژگی باعث میشه شما ببینید سا... اصلا من میخوام مسئله رو به, جوره... به صورت دیگه مطرح کنم ما در ظرف چندین دهه آخر چندین تجربه ایدولوژیک داشتیم حکومت های مدار داشتیم حکومت های مارکسیستی کمونیستی داشتیم نمونهش در افغانستان و حکومت های سرمایداری لیبرال مثلا در اروپا حرف من همیشه اینه که اگر ما ایدولوژی رو به یک چتر تشبیه بکنیم هرچه انسان های بیشتر زیر یک چتر بگنجن و با اینکه می‌دونیم انسان‌ها نوع فکرشان مختلفه نوع لباس پوشیدنشون با هم مختلفه ولی همه یک جوری خودشون راحت احساس بکن این ایدولوژی موفق نسبت به بقیه ایدولوژی ظاهرا ایدولوژی سرمایداری لیبرال به اسلام حقوق بشری این موفقیت تا هنوز داشته که گروه های مختلف انسانی با نظریات صد درصد مخالف از چپ تا راست تونستن به یک نحوی زیر این چتر زندگی بکنن بله. با اینکه همه ها مجبور بودن از یه چیزایی صرف نظر بکنن شما ببینید یه کسی که واقعا معتقد به شریعت اسلامی و میخواد حدود اسلامی رو حتی اجرا بکنه میتونه تو همین لندن هم زندگی بکنه منتها از یه چیزایی باید صرف نظر بکنه بله. ولی یک مارکسیست دو, دو آتشه در زیر چتر یک حکومت طالبانی نمیتونه زندگی بکنه یا زیر حکومت خل... دایش. خب. اه... به ما کمک میکنه که ما متوجه بشیم چطور در زیست اجتماعی خودمون مناسکی رو انجام میدیم یا کارهایی رو انجام میدیم که به نظر طبیعی میاد و آزادانه انتخابش کردیم ولی در حقیقت در خدمت مشروعیت بخشیدن به نظام مستقر هست جالبه شما در واقع در این انتها ایدولوژی رو از طریق مکانیسمش اومدی تعریف دقیقا یعنی طبیعی پنداشتن دقیقا. و بدیهی پنداشتن اون که قابل چالش این مراد خیلی کوتاه شما در دو سه جمله اگه بخواید منم تکرار میکنم که ما در جامعه سرمایه‌داری زندگی میکنیم ایدئولوژی غالب ایدئولوژی که توسط این مناسبات باز تولید میشه نه توتهی در کار نه است و برجوازی به صورت هرچی سازمان یافته تر هم این نظر برد. رو تمیم پاشنه آشیلش مبارزه طبقاتی هست بر اساس برد. یک تئوری که بهش تئوری مارکسیستی ما میگیم خوب. نه ب... ایدولوژی در مقابل به آخر پرگار این هفته میرسیم ممنون که پایین بحث نشستید و همینطور ممنون از مهمان های برنامه بهروز فراهانی سالور ملایری و عباس پویان پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر می‌کنیم تا اگر مایلید ما اون رو ها زودتر ببینید هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه البته اگر امروز وقت کنیم این رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید ضمن این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید شب و روز بر همه شما خوش